به علاوه بهش تذکر میده، به دکتر مصدق تذکر میده که شما اگر مجلس رو منحل بکنید در دوران فترت، در دوران فقدان مجلس، شاه حق عزل و نصب نخست وزیر داره. تعداد روزهایی رو که در دوران مشروطه ایران از روز اول تا اون روز مجلسی نبوده حساب کرده بود، تعداد دفعاتی که پادشاه حکم عزل و نصب داده بود در اون دوران اونا رو هم حساب کرده بود. به دکتر مصدق میگه، میگه که شما این رو در نظر بگیرید، شما این کارو بکنید میتونه عزلتون بکنه. مصدق میگه جرأت نمیکنه. مصدق یه بار دیگه هم در واقع فرض رو بر این میگذاره که شاه جرأت بر کنارش رو نداره، با اون ماجرای سیه تیره میگه من وزارت جنگ رو میخوام وگرنه استعفا میدم، و تمام محاسباتش این بود که شاه جرأت این کار رو نداره که استعفا رو بپذیره. شب شاه زنگ زد گفت استعفا شما رو پذیرفتیم، که اون زمان هم برخی از نزدیکان دکتر مصدق بهش میگن که شما نباید بهش این فرصت رو میدادید. ولی در آستانه 28 مرداد به گمان من اون کاری رو که کرد این فرصت رو به شاه داد که به گمان خودش در چارچوب قانون عمل بکنه و حکم عزل دکتر مصدق و نصب زاهدی رو صادر بکنه. من تصورم این هست که اگر جامعه ایران این تجربه بسیار بسیار تلخ و موندگار 28 مرداد را تجربه نمی کرد، یعنی اگر دکتر مصدق یه راهی پیدا می کرد برای اینکه این وضعیت حکومت پارلمانی رو نگه بداره و قانونمندی مشروطه رو حفظ بکنه، یعنی ما اگر میتونستیم از کنار 28 مرداد بگذاریم، تجربه نکنیم 28 مرداد، من فکر میکنم با یک ایران کاملا متفاوتی رو برو بیدیم. به نظر بنده اصلا وقتی که رفراندوم انجام شد موضوع دیگه خیلی دیر شده بود. اون موقع برنامه توطئه مراحل نهایی رسیده بود، نهایی رسیده بود. بله. شما چه رفراندوم رو میکردید چه نمیکردید کودتا انجام میشد. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد، هیچ کس دیگه همچه حرفی نزده بود. بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر میخواسته به مصدق خوشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. روحانیون سنتی مثل آیت الله بروجردی، مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. یه تصمیمی بود که پیامدهاش بسیار بسیار موندگار بود و به گمان من تأثیر مهمی گذاشت در سیاست ایران. وقتی که در 1961 تا 63 قبل از انقلاب سفید آمریکا به طور مشخص دولت کندی شاه رو تحت فشار قرار میده که باید اصلاحاتی انجام بدید، خواست عمده آمریکا این بود که جبهه ملی از سر کار، یه دولت در مرحله اول ائتلافی و در مرحله بعدی کابینه تشکیل بدن و بهشون دقیقا این پیشنهاد رو میکنن، ولی جبهه ملی به گمان من تا حدی به خاطر اینکه دکتر مصدق هنوز در زندان بود، تا حدی به خاطر اینکه اصولا با شاه یه رابطه یه چیزی داشت این پیشنهاد رو نپذیرید. شاه هم مایل به این کار نبود، منظورم این نیست که بگم شاه تحت فشار چاره ای نداشت و اگر جبهه ملی میپذیرفت به گمان من کاملا میتونست دوباره مسیر ایران رو تغییر بده. این مسئله در آستانه انقلاب هم تکرار شد، به این معنا که سیاست آمریکا وقتی که تصمیم گرفتن شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه، یعنی حدود اکتبر 78
آمریکا و انگلیس به فاصله دو سه هفته با هم به این نتیجه رسیدن، وقتی که این تصمیم رو گرفتن و دنبال جانشین گشتن، میل اولشون در واقع گزینش اولشون بود که جبهه ملی دولت رو در دست بگیره. ولی جبهه ملی به غیر از دکتر بختیار و دکتر صدیقی، رهبر جبهه ملی در اون زمان آقای سنجابی، در مذاکره به شاه میگه که تنها بعد از اینکه تنها به شرطی که آیت الله خمینی چراغ سبز بشه بده محاضره این کارو بکنه. آقای دکتر میلانی، همونطور که اشاره کردید شما در دوران دانشجویی در خارج از کشور خودتون اشاره کردید عضو کنفدراسیون دانشجویی بودید، بعد از بعد به ایران برگشتید، در دانشکده حقوق به تدریس مشغول شدید، دانشگاه ملی، اول دانشگاه ملی. چند سال در ایران تدریس کردید؟ من در دانشگاه ملی 2 سال تقریبا تدریس کردم که در اون زمان به طور نیمه وقت در دانشکده حقوقم در تدریس میکردم. دکتر عنایت منو دعوت کرد اونجا، یک کلاس هر ترم درس میدادم. بعد زندان افتادم به عنوان مخالف شاه، 1 سال در زندان بودم. بعد از زندان دیگه ساواک اجازه برگشت به دانشگاه به نداد، یک سال و نیم در پژوهشکده علوم اجتماعی کار میکردم. اون دوران اونجا که اسلام کاظمی اونجا کار میکرد، داریوش آشوری کار میکرد، منوچهر صفا کار میکرد که من بخت هم اتاقی باش رو داشتم، یکی از واقعا فرزندان فرهیخته قرن بیستم ایرانه و قدرش شناخته نشده، نویسنده بسیار توانایی است، یکی از بهترین طنزنویس‌های ایرانه و از یاران نزدیک خلیل ملکی بود، کتاب درخشانی در مورد توتالیتریسم نوشته. به هر حال یه سال و نیمی در اونجا بودم. بعد که انقلاب شد برگشتم دانشگاه، برگشتم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران که از 79 تا 86 اونجا افتخار تدریس داشتم، به استثناء یه سال که بعد در انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد. منم عضو 40 نفری بودم که از دانشکده حقوق اینها پاکسازی کردن، به خاطر اینکه با دانشکده به خصوص اختلاف داشتن. فکر میکردن که آیت الله خمینی یه جا گفته بود که تأسیس این دانشکده آغاز پایان صدار حکومت روحانیت در ایران بود و باید باش مبارزه میکردیم. آقای دکتر میلانی، از شخصیت های اون دوران که شما مثل اینکه باش هشت و نشتی داشتید و کار در گروهی تشکیل داده بودند و کار میکردن، همین آقای دکتر گنجی مثل اینکه بودند، هیچ ارتباطی داشتید با آقای دکتر گنجی که در ایران یه گروه اندیشمندان داشتن، یه گروه هایی داشتن در بعد از زندان بود این همکاری؟ نه، قبل از زندان بود قبل از زندان بود. در من در دانشکده وقتی دانشگاه ملی بودم دکتر گنجی هم اونجا درس میداد. بعد از یه مدتی اومد گفت که من یه چنین گروهی دارم، ما یه گروه فکر، به اتاق فکر در واقع، اون وقت هنوز این مفهوم نبود، ولی در واقع اتاق فکری بود که مسائل رو به صراحت برای ملکه مطرح میکنیم و من شنیدم دانشجوها باید خوبن. و من چون در اون زمان فعالیت سیاسی میکردم با این گروه مخالفین، فکر کردم که این یه راه مناسبی است برای اینکه اصطلاحیز گم بکنم. در جلسات اون گروه شرکت میکردم و واقعا هم همین بود، یعنی آدم های مختلفی در اونجا بودن که خیلی هاشون آدم های بسیار خوشنامی بودن، در دانشگاه بودن و کارشون این بود که دقیقا برخی مسائل رو وارسی میکردم و گزارش هایی برای ملکه میفرستدم. شما هیچ وقت دیداری با پادشاه داشتی؟ یک بار در یک صفی ایستاده بودم که از کسانی که در یک کنفرانس شرکت کرده بودن که همین گروه گنجی تشکیل داده بود، دکتر گنجی تشکیل داده بود، این قبل از بازداشتم بود، شاه از جلوی صف رد شد، منم دیگه کسانی بودم که دلتون میخواد برای تجدید خاطر عکس خودتون رو ببینید؟ من عکس دیدم ولی یه عکس زیبایی است از اون گروه که رفتن، نمیدونم ملاحظه فرمایید
البته شما هیچ پیدا نیستید در عکس. بله من اون پشت مستم. اون پشت اون گوشه وایسادید و خیلی خیلی جوان و خیلی خیلی بله. جوان. من همونطور که عرض کردم این قبل از زندانه و درست چند ماهی است بعد از برگشتن به ایران و قاعدتاً سنم 26 سال دیگه 26 سال و 26 سال جام دیگه میدانی 10 سال این کتاب طول کشید درسته؟ درسته اولا چرا انقدر طول کشید؟ این دو چه دلیلی داشت که به گفته خود جناب عالی هیچ یک از اعضای خانواده سلطنت حاضر نشدند که شما رو به عنوان یک پژوهشگری که میخواد باشون مصاحبه کنند بپذیرند چه دلالی در این زمینه بود چه سمپاشیایی در این مورد بود چرا که شما در کتاب در واقع معمای هویدا به نظر من به عنوان یک خواننده اون کتاب این رو روشن کرده بودید که بین برداشت‌ها و اعتقادات شخصی امروز خودتون و گذشته خودتون به عنوان یک محقق و پژوهشگر و استاد میتونید این فاصله رو دقیقاً رعایت بکنید چه اتفاقی افتاد چرا این به نظر من چرا این بیمهری رو خانواده پهلوی در حق شما به عنوان یک پژوهشگر کرد؟ بلا اولا جواب سوال اولتون که چرا طول کشید من بعد از اینکه حدود نصف کار این کتاب رو انجام داده بودم به هم پیشنهاد شد که یک کتاب دیگری بنویسم یک گروهی از ایرانیان موفق تصمیم گرفته بودن که جای یک کتابی که سرنوشت ایرانیانی که در واقع در دوران شاه ایران رو در جنبه‌های مختلف ساختن از معمار بگیرید از امانت که شهیاد رو ترک کرده تا خانواده ارج از خانواده لاجوردی تا خیامی که صنعت ماشین ایران رو گمان اینها این بود که این افراد واقعا زندگی‌هاشون هرگز محلی از اعتنا نبوده و اگر الان تلاشی نشه برای اینکه زندگیشون یه جایی ثبت و ضبط بشه دیگه این امکان سخت خواهد شد من تصمیم گرفتم که بپذیرم این کار رو برای اینکه احساس کردم که تمام این تحقیقاتی که برای این افراد انجام میدم برای این کتاب انجام میدم و این یه پروژه 4 ساله بود اینها همه میره در خدمت کتاب شاه و عملا هم همینطور شد من نزدیک به 400 تا مصاحبه برای اون کتاب کردم با آدمایی که تو خود کتاب بودن یا اقوام و بستگانشون خب خیلی از اون هر کدوم از اون مصاحبه ها یه جنبه ای از زندگی اون دوران رو برای من روشن کرد و همین خاطر طول کشید این دراز طول کشیدنش بعد از اینم که به مرحله پایانی نزدیک شدم تازه اسناد مربوط به دوران انقلاب داشت علنی میشد برای اینکه اینا یه دوران 30 ساله طی میشه یعنی اسناد 1978 79 تازه داشت دو سال پیش در می آمد و به راستی هر ماه یه موجی تازه از اسناد رو میشد یه دفعه از آمریکا یه دفعه از کارتر یه دفعه از انگلستان و جمع و جور کردن اینها و وارد کردنشون در کتاب حداقل یه 6-7 ماه کار رو به عقب انداخت مثلا من به راستی 2-3 ماهی طول کشید تا تونستم اسناد مربوط به گوادلوپ رو کنفرانس گوادلوپ رو پیدا کنم و چیزی نزدیک به 800 صفحه اسناد هست و از این 800 صفحه خب شاید 30 صفحش چیزی مالیه به درد کار میخوره بقیهش تشریفاتیه کی کجا بشینه کی در سفر هست کی فلان بکنه اینا رو استفاده کردن به درازا کشید قسمت دوم سوالتون من واقعا نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتن من فکر کردم که همونطور که شما به لطف اشاره کردید و واقعا به کرات منقدین مختلف چه انگلیسی چه آمریکایی چه ایرانی نوشتن اون کتاب با انصاف نوشته شده بود با غرض و مرض نوشته نشده بود الان هم اگر نگاه بکنید
تمام نقدهایی که تا به حال به انگلیسی بر این کتاب نوشته شده، از وال استریت جورنال بگیری تا ال ای تایمز، از هرالد تریبیون، از شیکاگو هرالد بگیری تا واشنگتن تایمز، اینا همه یه نکته دارشون مشترکه که این کتاب با انصاف کامل نوشته شده. حتی یه نویسنده انگلیسی نوشته که من زیاد از حد با شاه همدلی نشون دادم، برای اینکه گفتم چرا در دوران مهاجرتش بعد متحدینش تنها گذاشتنش.